برای گفتگو همراه هستیم با امیر حسین اعتمادی، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای اعتمادی، از سال 1357 44 سال هست که جمهوری اسلامی 13 آبان رو به عنوان روز دانش آموز نامگذاری کرده. روز گذشته جمعه 13 آبان بود و در همین روز گزارش های منتشر شد که دانش آموزان و کودکان و نوجوانان متعددی در بین کشته شدگان اعتراضات هستند. از سوی دیگه در تمامی این سالها مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی به اسرائیل لقب رژیم کودک کش دادند. حالا اما در مورد خود حاکمیت جمهوری اسلامی با این اوصاف چه تعریفی میشه داشت؟ با سلام درود. ببینید، کودک کشی جمهوری اسلامی اگرچه الان به دلیل اینکه به هر حال رسانه ها بیشتر هستند، دنیای اینترنت هستش، بیشتر بهش توجه میشه و برجسته میشه و در واقع در همون لحظه که اتفاق میفته ثبت میشه در خیابون‌های ایران تصاویر در واقع قتل بی‌رحمانه کودکان و دانش آموزان، اما چیز جدیدی نیست. یعنی جمهوری اسلامی از همون، اگر نگیم روز اول یا ماه اول، از همون سالهای اول به سر کار اومدن در زندان‌های ایران عده زیادی از نوجوانان رو کشت، به قتل رسوند، اعدام کرد، اغلب بدون حتی دادگاهی یا بدون یک محاکمه. بنابراین این کودک کشی جمهوری اسلامی امر تازه‌ای نیست، اما امریه که امروز دیگه به واسطه دوربین ها، به واسطه تصاویری که منتشر میشه، فکر میکنم دیگه به گوش و چشم همه جهانیان رسیده. به نظرم در مورد جمهوری اسلامی باید این مسئله کودک کشیش برجسته تر بشه، باید در رسانه های بین المللی بهش پرداخته بشه، چیزی که من فکر میکنم هنوز کم بهش پرداخته شده. تصاویری که میرسه، همین آخرین تصویری که من شاید ساعتی پیش میدیدم از کودکی که در نوجوانی که در واقع در کرج به قتل رسیده بود و او رو حتی پیکرش رو به شکل خیلی بی‌رحمانه‌ای در واقع هم کردن، این تصاویر باید بیشتر دیده بشه تا دنیا بفهمید مردم ایران، کودکان ایران با چه نوع حکومتی سر کار دارند. و این خشونت بی محابای نیروهای سرکوب در این روزها، روز جمعه حتی به حاضران در مراسم 40 یکی از کشته شدگان شیرین علیزاده که در میان اونها اعضای خانوادهش هم بودن شلیک شد. فرمانده سپاه هفته گذشته تهدید کرده بود که دیگر به خیابانها نیایید. اما چگونه با وجود همه تهدیدات و این خشونت لجام‌گسیخته مردم همچنان در خیابانها هستند؟ ببینید، تقریباً از 50 روز است که مردم در خیابون‌ها هستن و در این 50 روز و شب حتی یک روز و شب رو نمیتونید شما بیارید که در گوشه ای از ایران اعتراضی نبوده باشه، تجمعی نبوده باشه، شعاری داده نشده باشه. این نشون میده که خشونت جمهوری اسلامی، سرکوب جمهوری اسلامی که هر روز هم اتفاقا مدام میخوان این رو تکرار بکنن تا مردم رو بترسونن و مردم در خونه‌ها بمونن، نه تنها جواب نمیده که اثر عکس گذاشته. یعنی به ازای هر نفری که اینها میکشن، واقعا اون شعاری که هر یک نفر کشته 1000 نفر کشته، ما داریم در عمل میبینیم که داره اتفاق میفته. هر نفری که کشته میشه، هزاران نفر دیگه پشتش به خیابون ها میان. این اونجاییه که در واقع نقض حقوق بشر و سرکوب و کشتار به سمت خود رژیم برمیگرده، به سمت خود حکومت برمیگرده. حکومت مستاصل نمیدونه چطور باید با مردم برخورد بکنه، چطور مردم در واقع اعتراض و این انقلاب ملی رو جلوش رو بگیره. دلیلش هم اینه که وقتی مردم در سطح گسترده‌ای در اعتراضات شرکت میکنن، به خیابون‌ها میان، با خودشون تنوع تاکتیکی میارن و این تنوع تاکتیکی راه برخورد حکومت رو بسیار سخت میکنه. بنابراین به همین دلیل هم است که حتی این کشتاری که اینها اتفاقا سعی میکنن به شکل بی‌رحمانه انجام بدن تا باعث ارعاب بیشتر بشه، نمیتونه مردم رو متوقف بکنه. من بسیار بعید میدونم که جمهوری اسلامی هیچ راه، در واقع رهبران این سرکوب جمهوری اسلامی هیچ راهی داشته باشن برای توقف مردم. بسیار مستعصل هستن و حرفای نظیر اونچه که امثال سلامی تر میکنن بیشتر رجزخوانی هست و خودشون هم میدونن که راه و چاره‌ای برای متوقف کردن انقلاب مردم نداره. و آقای اعتمادی، این روزها ویدیوها، اظهار نظرهای منتشر میشه از فرزندان کشته شدگان جنگ ایران و عراق که به فرزندان شهدا هم معروف هستند، به نوعی اعلام براءت میکنند از جمهوری اسلامی. به نظرتان این شکل از ریزش از حالا افرادی که میشه گفتش که وابسته به جمهوری اسلامی بودن یا زمانی اعتقاد داشتن، چه تحلیلی دارید از این شکل از ریزش؟ ببینید، معمولا در رژیم های دیکتاتوری ریزش ها در چند دسته اتفاق می افته.
ابتدا ما دیدیم اولین ریزش ها شاید در بین اون هنرمندان، سلیبریتی ها، ورزشکارانی بود که تا قبل از به قتل رسیدن مهسا امینی و بعد اون اعتراضات بعدش در دسته کسانی بودند که معمولا یا از رژیم دفاع میکردن یا اگر دفاع نمیکردن سکوت میکردن، معروف بودن به وسط بازان، بی تفاوت ها. اما اولین ریزش ها از اونها اتفاق افتاد. من اسم اونها رو میگذارم سرداران فرهنگی جمهوری اسلامی، یعنی در واقع در عرصه تبلیغاتی و فرهنگی یک سری ریزش عمده رو دیدیم و اون بسیار هم اتفاقا کمک کرد به اینکه این انقلاب به سمت جلو حرکت بکنه، چون اغلب اینها دنبال کنندگان زیادی دارن به ویژه در شبکه های اجتماعی. این مرحله‌ای که ما الان داریم میبینیم ریزش به اصطلاح نخبگان هست، یعنی از جمله همین فرزندان جانباختگان جنگ ایران و عراق، کسانی که اساتید دانشگاه هستن، اعضای هیئت علمی هستن. ما داریم در پزشکان، در این وقتی میگم پزشکان، نه پزشکان عادی، سازمان نظام پزشکی که به نوعی وابسته به حکومت هست، کانون وکلا که به شدت زیر نظر حکومت هست، در همه اینجا اصناف دیگه داریم ما این ریزش ها رو میبینیم. اینها فاز دوم ریزش ها هست. فاز سوم که بسیار مهم است، فاز نهایی است، ریزش شما در نیروهای نظامی خواهیم داشت. برای اینکه به اون مرحله برسیم باید انقلاب هم وارد فاز سوم بشه، یعنی مردم در تعداد بسیار بیشتری در خیابونها شرکت بکنن. گوشه ای شما در روز 12 آبان در کرج دیدیم، در بولادشهر دیدیم، در آمل و سه شهر دیگه دیدیم. هر چقدر جمعیت بیشتر بشه اون فاز سوم ریزش هم سریعتر اتفاق بیفته. بسیار سپاسگزارم از شما امیر حسین اعتمادی، فعال و تحلیلگر سیاسی. خدا شما.